همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به افزایش قیمت دلار و نوسانات شدید در بازارهای مالی ایران، فکر می‌کنید چه راهکاری برای مدیریت این شرایط بحرانی و جلوگیری از پیامدهای اقتصادی بیشتر وجود داره؟ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های محترم. خب مستظر هستید که شرایطی که کشورش قرار گرفته تقریبا میشه شرایط جنگی تلقی کرد و تو شاخص‌های بانک جهانی هم بالاترین میزان ریسک رو برای این حالت در نظر گرفتن. خب قاعدتا در اینجا بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرن، قیمت‌ها میره بالا، اعتماد مردم به دارایی‌هایی که در حیطه حکومت هستش کمتر میشه، فلزا میبینیم بورس ریزش میکنه، تمایل مردم به خرید و فروش در بازار املاک و مسکن میاد پایین، فعالیت های اقتصادی هم به تبع اون کند میشن و کاهش پیدا میکنن که خب باید از این خروجی اینها باید انتظار یک رکود ناشی از این تورم رو هم داشت. چیزی که الان اتفاق افتاده تو بازار دقیقا منطبق بر همین قاعده اقتصادی هستش و کاملا بازی که داره اسرائیل میکنه با ایران در مورد اینکه حمله ای رو ترتیب خواهد داد و این حمله یک انتظاری رو هم ایجاد کرده در مردم، این باعث شده که کلا بازار معلق بمونه و عملا ما ببینیم که این وضعیت نابسامان رو خواهیم بشه و اون تورم نشه هم تاثیر خودشون میذاره و باید منتظر بود ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد. بله، با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.